روی سخن من با آنانی است، یعنی با شما هاست در مجموع و همه کسانی که در حوزه سیاست عمری گذشتاندن و انرژی گذاشتن و از جان مایه نهادن، در واقع مخاطب ما اونا هستن. روی سخن من با آنانی است که مردم افغانستان سرزمین و فرهنگ قدیم و جدید افغانستان را با خوشرویی و روان خدمتگذاری ارجمند می دانند. آنانی که واقعیت تلخ اما مسلط بر سرنوشت سیاسی جامعه را می دانند. نفرت خیش را برای بازگشت به حقیقت و گریز از وضعیت کنونی و به حقیقت باور شدنی به آهنگ همصدایی فریاد می کنند. ما آموخته بودیم که جهان نگری باید از نگاه به نقش و توان خیش آغاز شود و به جای کاستن انرژی عمومی در تصفصت یا سفسطه‌گویی به بینش روشنگرانه در حوزه دانش دوستی یا همان فلسفه باورشناسی یا ایدئولوژی رو کنیم. می دانیم که فلسفه جهان را تفسیر می کند. وادی آرزویش تغییر و تعبیر جامعه است، یا تعبیر و تغییر جامعه است، چون فلسفه آموختن اندیشه است. بر پایه این داده فلسفی و تفسیر جامعه شناسی سیاسی در جاماندن، بریدن از باورهای زمان یا زمان زیستی و بهانه‌جویی برای نارواداری و ناخرسندی از آمد و شد روزگار، نه فلسفه‌ای را برمیتابد و نه آرزوی را علامت می‌دهد. تداوم بحث افراد و دسته‌های سیاسی باید چارچوب مشروط داشته باشد. ایدئولوژی برای همین باور سنگ پایه می نهد و از این جهت باید فرمان آن را حد اقل و دستی که در این زمینه گردن بنهیم. دوام بحث عبس که ریشه در صداقت، دوستی، رفاقت، برادری و هم‌آرزویی نداشته باشد، پاسخ همان پرسشی است که می گفتند فرشته های آسمان نرینه اند یا مادینه. کوشش و کشش اساسی دستیابی به تفاهم است. تفاهمی روی کرده می خواهد که مبنای آن تبیین هدفی باشد. هدف سیاسی استوارنامه است که بتواند به اتحادهای سنگین راهگشا باشد. پیمان نامه ها باید از پل تجارب گذشته بگذرند و بر دروازه فردا رهنمونگر باشند. تجاربی که از جرفای جامعه نسلها و نهلهای گوناگون را با شتاب بیسابقه ساماندهی می کند و به سوی آینده می راند. پس تفاهم هدف است، هدفی که در اهمیت خیش یک استراتژی دشوار سیاسی را در نهفته است و پیمان نامه سیاسی مبارزان که از دهلیز تجارب جریان‌های اجتماعی گذشته و دین سو آمده است، در بستر دانش گذشته شناسی و استوار بر عقل سنجشگر مبنای تحقق آرزوهای بهینه‌خواهانه می گردد. افغانستان باشگاهی مهمی است که سیاست‌های ناجوری محافل بزرگ بین‌المللی در آن آزموده می‌شوند. اهداف کشورهای بزرگ جهانی با وضعیت عمومی اکثریت مطلق مردم ما هم‌آواز نمی‌شوند. شتاب سیاسی غرب برای اسقاط تهمانده‌های مادی و کور نمودن نشانه‌های سیاسی و معنوی مشرق در کشور ما و فرهنگ داده‌های فعالیت حزبی و فعالیت گروهی، در حقیقت منظور تابعان حزب دموکراتیک خلق و حاکمیت او دوره هست، تجارب و آموزه های 3 دهه گذشته جامعه ما را به فنا تهدید می کند. دوستان بدون آنکه خطوط مهم اندیشه و عمل آینده را مشخص کنند، بحث پردوام کم ثمر را پیگیری می نمایند که بیشتر برنجش و تعمیق سلیقه ها خدمت می کند. البته این فراخوان پایان نشد در یاد داشت، به دلیل اینکه مصلحتی در ذهن بنده بود، بنابراین یک قسمت کوتاه 1-2 دقیقه را شفاهاً خدمتتان عرض میکنم که بحث‌های این روم و ده‌ها رومی دیگر و ده‌ها مجموعه دیگر و ده‌ها نشانه و دفتر دیگر و گروه و دسته دیگر در این زمینه هست که باز بار دیگر قوت‌هایی که انصافاً
با یک شتاب و سراسیمگی و به اصطلاح خلق توطئه ها و دسیسه های حوزه شرقی کشور و در واقع تحت تأمین منافع چند کشور و در رأس اونا کشور بزرگ جهان آمریکا، این نیروها را به اصطلاح سرگردان ساخت و پیش از آن که یک مرحله تأنی و محاسبه دقیق انجام شود، یک سراسیمگی و یک نوع شتاب یا یک نوع شتابندگی در کار بود و به این ترتیب فروریزی ها و فروپاشی های زیادی انجام یافت. این تأکیدات معناش این نیست که همه تحولات گذشته قابل تایید است. من شخصا انتقادات و ایرادات بسیاری در حوزه حکومتگری و حاکمیت های گذشته دارم و نقد به مثابه یکی از چراغ های روشن بازبینی به دهلیز های تاریک گذشته است و کمبود همین چراغ متاسفانه همه ما را در یک تاریکی به مشت زنی واداشته. هرچند که خوشبختانه بر روی هم نمی زنیم، اما به سوی هم قرار گرفتیم یا رو به روی هم قرار گرفتیم. این است که دعوت و فراخوان هم بنده و هم شاید به نمایندگی از بخش مهمی از دوستان از همین تریبیون این خواهد بود که گفتمان سیاسی را به یک گونه دیگری به اصطلاح شتابان کنیم و این شتابندگی جدید معناش این نیست که برای فروپاشی های دیگری و به اصطلاح کم اهمیت نشان دادن مسائل انجام شود، بلکه برای انسجام سیاسی و بازگشت به بررسی های حاکمیت سیاسی در افغانستان و دفاع و حمایت از مصلحت مردم و سرزمین ما صورت بگیرد. هدف اساسی ایجاد یک دولت ملی فراگیر در افغانستان است، دولتی که شکلش ممکن است از دیدگاه افراد متفاوت باشد، گونه های مدیریت و یا اشکال مدیریتی را مردم پیشنهاد بکنند و ما چون نمی توانیم تمام رأی و نظر مردم افغانستان را منعکس بکنیم و یا منبعث از آنها باشیم، بنابراین شکل و مدیریت نظام را پیشنهاد نمی کنیم. اما این نظام ساختارش یک نظام ملی است برای مردم افغانستان است. طبیعتاً هم همان گونه که برخی از گرایش ها و مکتب ها و در واقع توطئه های سیاسی در ساختارهای بخشی از مجاهدین و طالبان و در دوران آغاز استقرار حاکمیت حزب دموکراتیک انجام شد و تجربه های تلخ به سرزمین ما داد، انصافا باید با عبرت از اون مرحله و تنبیه کردن به اصطلاح دید و ذهن سیاسی خیش و کم احتیاطی در گذشته گام های جدیدی به سوی آینده برداشته شود. سازمان ها، گروه ها، هسته ها و مجموعه ها انتظار تفاهم جدید دارند و در واقع همان آغاز گفتمانی که برای بین الاحزاب 2 سال پیشتر آغاز شده بود یا بیشتر از این آغاز شده بود، یک روزنه روشنی بود که به اصطلاح روشنایی فردا را در باغ آینده نشان میداد. اما متاسفانه تحولات افغانستان به نحوی بود که اساس حرکت ها در واقع معطوف به داخل افغانستان است. این تلاش ها به نحوه، حالا عاملش چی بود و کی بود در حقیقت در خود یک بررسی و تأمل است، اما به هر صورت ایست و در واقع توقف یافت. امیدوار هستیم که یک آهنگ جدیدی همصدایی و همگرایی در میان ما روزنه تازه را به سوی تفاهم باز کنه و سلیقه ورزی و در واقع بهانه تراشی به مفهومی جدایی طلبی است و از او پرهیز بکنیم و گرایشات مسلط بر محور تفاهم بگذاریم. هیچ چیز قابل به اصطلاح حل ناپذیر نیست و قابلیت ممانعت مطلق از تفاهم نداره و بدین ترتیب منطق سیاسی بازبین برای اندیشه های سیاسی و قدرت روشنگری و روشنفکری در واقع علاجی است که از این مرحله و از این مرزها خواهد گذشت. سرفرازی برای همه شما آرزو میکنیم و انشالله که همه شما با انرژی تمام مکنونات خود در طبق اخلاص بگذارین و راه های صمیمانه تری پیشنهاد شوه و مؤثرتر پیشنهاد شوه و کوتاهتر پیشنهاد شوه برای هماهنگی و همصدایی. همین روم شاید اگر پیشنهادی زودرس نباشه و دوستان موافقت کنن، پیشنهاد میکنم شخصا، البته از فراخوان کمی بیرون، که همین روم با چند شخصیت فعال
که دوستان تعیین بکنند در مجموع به عنوان پایگاه گفتمان سیاسی نیروهای معطوف به ایجاد حاکمیت ملی در افغانستان یا حاکمیت مشترک سیاسی آینده افغانستان انتخاب شود و این گفتمان با انرژی تمام پیگیری شود تا ما فردا دارای ساختارهای وسیع‌تر و فراهمی باشیم که جامعه را به سوی خواستهای منطقی مردم افغانستان سمت و سو بدیم. سرفراز باشین، شادکام باشین، از حوصله شما سپاسگزار هستم و از طولانی شدن سخن معذورم.